100 سال از زمانی که شکسپیر نمایشنامه هملت رو نوشت میگذره و همچنان در سراسر جهان هملت روی صحنه میره. در نیویورک هم اجرای دو زبانه از این نمایشنامه به فارسی و انگلیسی با استقبال منتقدان همراه شده. بهمن کلباسی خبرنگار ما در نیویورک گزارش میده. برای تو ای جوان آزاده بدون ماری که بر جان پدرت نیستن اکنون خودورا بستن یکی از مشهورترین نمایشنامه‌های تاریخ ادبیات جهان که هزاران بار به زبان‌های مختلف به روی صحنه رفته است. این اما نخستین باری بود که هملت دو زبانه اجرا شد، بخشی به فارسی و بخشی به انگلیسی. نوآوری که اثر شکسپیر را با موسیقی و طراحی صحنه ایرانی آمیخت و در چند هفته اجرا مورد استقبال منتقدان تئاتر در نیویورک قرار گرفت. How is it that the clouds still hang on you? Not so, my lord. I am too much in the sun. Good Hamlet, cast thy nighted color off and let thine eye look like a friend on them. شش بازیگر ایرانی و هشت بازیگر انگلیسی زبان ترکیبی که آریان معید که نقش هملت را بازی کرد میگوید برخلاف تصور فهمش برای مخاطبان سخت نیست. اونایی که هنرپیشه هایی که دارن فارسی حرف میزنن به طب اونایی که آمریکایی هستن نمیفهمن که اونا چی دارن میگن ولی ایرانی ها برعکس هر دو ایرانی که در آمریکا زندگی میکنن به طب هر دو زبان رو میفهمن آیا برای آمریکایی سخت در نیست که بفهمن چه اتفاقی داره میفته؟ اون سوال خیلی جالبیه. آمریکایی ها وقتی میان توی دبستان هملت رو باید بخونن، داستان هملت رو میدونن، داستان رو به هملت میدن اول. دوم من جدا فکر میکنم وقتی که این اون صحنه ها هست که فقط تو فارسی حرف میزنیم آمریکا بیشتر میفهمن، برای اینکه شاید لغت ها رو نمیدونن اما احسش رو میدونن، میدونی. و یه چیز دیگه، شکسپیر خیلی سخته برای آمریکایی هم سخته، یعنی خوندنش سخته، گفتنش سخته، شنیدنش سخته. عجیبه، برای اینکه اگه آمریکایی هستی خیلی از شکسپیر خودت هم نمیفهمی و ایرانی هم هستی خیلی از شکسپیر که میفهمی خودت هم نمیفهمی. It's actually یه جوری هست که هر دو ور همون جوری، یعنی به صورت مساوی میفهمن. Yeah, exactly. شاه ایرانی به جای پدر هملت و نواها و نوت‌هایی که محسن نامجو خالق آنهاست به فروش تقریبا تمام بلیط‌های سالونی که حتی نوع نشستن تماشاچیانش در آن شرقی است انجامید. در نوع نشستن تماشاچیان در سالن از نمایش‌های تعزیه در مورد شهادت امام حسین الهام گرفتیم. اینجور در یک سطح و نزدیک نشستن صداقت و نزدیکی بیشتری بین مخاطبان و بازیگران ایجاد میکنه. ما شاهد یک رابطه متفاوتی بین هنرپیشه ها و مخاطب هستیم. غرب و شرق، اینجا به جای استکاک و اختلاف آمیزش دو فرهنگ و غنی‌تر و جذاب‌تر کردن یک نمایش پر آوازه انگلیسی. بدرود هملت، فراموشم نکن. بهمن کلباسی، بی بی سی، نیویورک. تیم ملی والیبال ایران